نخست وزیر عراق از آمریکا و ایران خواست تا از تصفیه حسابهای خود در عراق اجتناب کنند مصطفی الکاظمی در اظهاراتی طی سفرش به روم گفت ما از امریکایی و ایرانیها ها خواستیم تا از تصفیه حسابهایشان در عراق اجتناب کنند وی ادامه داد ما از سالها قبل صحنه برخورد و نزاع بودیم ما باید راه گفتگوی سیاسی را برای حل اختلافات انتخاب کنیم و همگان از نتیجه برقراری آرامش بهره‌مند خواهند شد الکازمی ادامه داد ما از پردگاهی که عراق به دلیل رخدادهای پاییز سال 2019 به سمت آن سوق پیدا می کرد اجتناب کردیم اما چالش هایی که با آن رو در رو هستیم به شدت باقی مانده است وی تصریح کرد داعش همچنان خطر است و تلاش می کند تا اعضای خود را مجددا دور هم جمع کند اما دیگر تروریست ها قادر به دستیابی به خواستگاه های جغرافیایی نیستند و ما ضربه های مهمی را به آنها وارد کرده ایم و تعدادی از سرکرده های آنها را به هلاکت رسانده ایم الکازمی افزود همکاری اطلاعاتی ما با همپیمانانمان کارآمدتر شده است و از ایتالیا خواسته ایم تا در جایگاه آموزش نیروهای ما باقی بماند وی تاکید کرد عراق آماده تقویت و توسعه ها در مبارزه با فساد و پولشویی و جنایت های سازمان و مافیا هست. نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد ما با دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس هستیم و من بر این باورم که ما خواهیم توانست به سمت مرحله از گفتگوی منطقی حرکت کنیم و تمایل داریم که عراق از کشورهایی باشد که بحرانها را با موفقیت مدیریت می کند نه از آن کشورهایی که از بحرانها تأثیر می پذیرد و افزود توافق بین ایران و آمریکا بسیار مهم بوده و برای منطقه تعیین کننده است من بر این باورم که این توافق قابل محقق شدن است الکازمی همچنین گفت که موفقیت در مذاکرات ویان تأثیر مثبتی بر منطقه خواهد گذاشت و به نفع صبات عراق نیز خواهد بود.